جان نه شما جانم آشغالا رو از اینجا میبرین؟ نه مدیر اینا آشغال نیست که اینا متریال کارمونه آقای مدیری کار جدید شروع کردی؟ آره اینا لوازم کاره یعنی؟ آره اون یعنی الان آشغال مرغ نیست؟ نه مدیری این الان قشنگ میشیره رو زرشک پلو اینجوری آره این؟ آره این ببین اسکلت مرغ با ناخن پای مرغ آره اخ اینا رو با برنج یه دم بگیره آهی میشه اینا رو به کی میدین؟ دانشجوها تهیه غذای دانشجو زدیم تهیه غذای دانشجویی زدین؟ آره اون پودره چیه؟ کافوره ادویه دانشجوییه آره میدیم پای غذای دانشجو حواسش پرت نمیشه مثل یه بچه خوب میشینه پای درسش آره این غذای خوبی نیست برای دانشجو نه خیلی هم خوبه دانشجو 1500 تومن میده ما 1200 تومن برامون در اومده 300 تومن سود داره خیلی غذای خوبیه خیلی خوشمزه است آقای مدیری منو نگاه میخوای یه ویژه واسط درست کنم آره من نه متشکرم سرف شده نه نمک نداره میگم ادویه دانشجویی هم نده پاش همین یه مدل غذا رو درست میکنیم؟ نه این چه حرفیه؟ ما به فکر تنوع غذای دانشجو هستیم آره کباب کوبیدم تو برنامه اون هست کباب 92% میزنیم واسه دانشجو خب این خوبه؟ آره. خوبه باز آره 8% براده گوشته 92% روده خزندگان نرمتنه بدون استخوان آره مدیر اون چلو کبابه که تو میخوری هی شلوغش میکنی اوف همینه دقیقا همینه فقط با درصداش بازی شده آره کجا درست میکنین اینو؟ آفرین سوال قشنگی پرسیدی باری مرغ ما تو خونه هم میتونیم درست کنیم ولی این کبابو نمیشه خب؟ این کباب مایه کبابو که میذاریم رو گاز خودمون فرار میکنیم یه بار تو خونه درست کردی من یه هفته بیهوش بودم آره مدیری دو بار سه بار شد این بازرسای آژانس هسته‌ای مشکوک شدن آره بازرس فرستادم واسه راستی آزمایی داشت داستان میشد گفتم این کباب دانشجوی شما هم بفرمایین روخ کبابو که دیدن با اولین پرواز پریدن منو نگاه ما چی کار کردیم روش کارو عوض کردیم روده رو کم کردیم پیازو بیشتر گرفتیم آره پیازه رو که بیشتر میگیریم کوبیده ترد میشه خیلی ترد میشه یعنی اینقدر ترد میشه که راه میافته دنبالت میاد آره برای همین گذاشتیم سه شنبه ها سلف سرویس آره خود دانشجو بشقاب برنجشو میگیره دستش میاد پای منقل بشقاب برنجو میگیره زیر این سوراخ‌های منقل کوبیده شوره میکنه رو برنج دانشجو اینجوری سلف سرویس برنجش که لااقل ایرانیه آقای مدیری نگی جایی اصل پاکستانه آره. مال این بیابونای دور کشمیره آره یه دم بخوره میشه این هوا اندازه خود دانشجو قد میکشه
آره. خیلی برنج خوبیه. آره. ظرف پر کن خیلی. آره. حالا تا دو هفته دیگه اوضاع عوض میشه. حالا قراره کیفیت غذا بهتر بشه. نه نه نه. قراره یکی یه پیاز بذاریم کنار غذای دانشجو. آره. آقای رئیس دانشگاه قراره بره مشاوره؟ نه قراره بشه بره تو شورا. آقای آره. رئیس دانشگاه قراره بره شورا. آره. بعد به ما گفتش که توی هر دیس حتما به دانشجوها یک پیاز تحویل داده بشه. آره خدا خیرش بده، شعارش اینه هر پیاز یک رأی. آره. این کار درست نیست به نظر. اینا رو میخورن حالشون بد میشه. نه نه نه، معده دانشجو خیلی قویه مدیره. سنگو هضم میکنه. آره این قیمتا کم اینا داره میلرزه، فکر کنم کرم گذاشته. آره کرما داره وول میخوره. مدیری ببخشینو ما به دلایل فنی باید بریم. آره فقط وقتی قرمه سبزی داشتیم خبرت میکنم و اونو باید ببینی. اوف چی کار میکنی؟ میخوام تو مسابقات روباتیک تیم بدم. مسابقات روباتیک؟ آره مسابقات جام رمضان سوربان. آره هر سال بعد از افطار تا سحر برگزار میشه. چطور شرکت کردی؟ فرم پر کردم. آره مدرک چیه؟ من که سیکل ردی هم، ولی یه کارت صد آفرین دارم از کلاس پنجمم. یه عکسم دارم یادگاری با خانم بهداشته بود. هر وقت عکس رو میبینم هنوز که هنوز میترسم. سری لیوانم رو میارم بیرون میذارم رو میز، میگم اینه خانم، اینه اینه اینه. خب برای این چیزی که گفتی باید دانشجو باشی، باید مدرک داشته باشی. حالا یه اسمس برام اومده. تو اسمس نوشته چنانچه دیپلم ندارید گزینه یک را ارسال کنید. حالا بذار یک را ارسال کنیم ببینیم چی میشه. مدیری مژده بده. چی شد؟ دیپلم گرفتم. به این سرعت؟ کاش خانم جونم زنده بود این روزا رو بیدی. حالا خدا رحمتشون کنه، ولی به هر حال مدرک بالا لازمه بر اون کاری که گفتی. چقدر؟ مدرک چی؟ مدرک عالیه. چقدر عالی مدیری؟ لیسانس خوبه؟ بالاتر نباشه که ما تو کل فامیلمون همه چی به هم میریزه. ما تو کل فامیل فقط یه نفر مدرک داشت، اونم خدا بیامرز دایی ناصرم بود، از همه مدرک داشت. نه یعنی تا یه چیزی میشد سری یه مدرک رو میکرد. آره نه منظورم اینه که باید دانشجو باشی. آن اینجا برای دانشجو شدن گزینه دو را ارسال کنید. مدیری مژده بده. چیه؟ دانشجو شدن. شماره دانشجویی من اومد. مگه میشه یه همچین چیزی اصلا؟ مدیری تو چرا دور سوم به من اعتماد نداری؟ نمیفهمم. کد رهگیری من اومده، بدم رهگیریم کنی پیگیریم کنی مطمئن چی؟ نمیخواد. نه خیلی من. مگه ما بدبخت بیچاره چمونه که تو پیگیریمون نمی کنی؟ خب الان من باور کردم تو دانشجو شدی. آره خیلی دوران شیرینیه مدیری، خیلی. من که اصلا دلم نمیخواد تموم بشه برم سربازی. آره مدیری میتونم جزوتو داشته باشم؟ جزوه چیو؟ فیزیک پیشو. شمارت هم بذار یکم تبادل اطلاعات کنی. آره شنیدم خیلی خوب جزوه می‌نویسی. نه من میخوام ادامه تحصیل بدم. آفرین 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 مدیری. میگن هر کی باسواد میشه عقلش هم بهتر کار میکنه. من الان خودم حس میکنم که خرج بیخودی کردم واسه عروسی با شمسی. همون ازدواج دانشجویی بسش میده.
الان مطمئنم لیسانسم بگیرم اصلا پشیمون میگیرم ازدواج کردم برای تا این حد. آره. حالا که گذشته الان با همین عنوان قلابی میخوای تیم بدی؟ مدیری؟ قلابی چیه؟ از این حرفا میزنی؟ الان یه شماره دیگه میفرستم اینا مژده بده اینا فارغ التحصیل پایان دوران شیرین تحصیلی لیسانس گرفتم. مبارک. به هر حال هر کی این بازی رو ساخته حتما تخیل خیلی قوی داشته. تخیل چیه؟ میگه فارغ التحصیل شده. باور نمیکن. بفرما بفرما. تبریک میگم. کارت بکشید. خیلی گرم شده که او میگم الان اینجوری کمر مدیری میشکنه که زیر هزینا یه بچه دانشجو هم خودش داره یه تخفیف دانشجو. مگه من باید حساب کنم مدیری؟ مگه به غیر از تو کی به فکر تر علم و پیشرفت منه؟ من تو رو نداشتم که تو همون عکس با خانم بهداشتمون مونده بودم هی لیوان میذاشتم رو میز. که شما برو پشت صحنه ضبطش تموم شد میاد کارت میکشه. آره برو بفرمایید. الان یعنی لیسانس داری؟ آره ولی پوستم پاره شد. ولی امشب دیگه بفرمایید. ولی امشب دیگه سر بی استرس از امتحان و شهری و اینا میذارم بر بالینم. آره فقط میخوام اینجا از همه اساتیدی که تو این سالهای تحصیلم منو همراهی کردن سپاسگزاری کنم. خونوادم خیلی آمین. مدیری بغض کردم. حالا جدی نگیر بفرمایید. خیلی الان این مدرکه رو شونه هم سنگینی میکنه. باید سری رباتو بدم مملکتم رو سربلند کنم.